دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم عالی باشید. رنگ ادرار در مورد بدن شما به شما چی میگه؟ اگه به این چیز مهم توجه کنید میتونید هپاتیت و سنگ کلیه رو کنترل کنید. دوستان عزیزم، کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص این موضوع از مقاله های بسیار معتبر و همچنین سایت های بسیار معتبر علمی و خارجی تهیه شده و همچنین منابع بسیار معتبر هم در این موضوع دخیل بودن تا ما بتونیم این اطلاعات رو در قالب این ویدیو جمع‌آوری کرده و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. پس اگه برای اولین بار وارد کانال فارسی مدیا شدید، لطفاً از این طریق ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما بزنید. لطفاً ویدیوهای موجود در داخل کانال رو هم از دست ندید و از اطلاعات موجود اونها استفاده کنید. ادرار یکی از راه‌های دفع مسمومیت و مواد زائد از طریق کلیه هاست و رنگ، بوی ادرار و تعداد دفعات اون علائمی رو از داخل بدن نشون میده، چون رنگ ادرار راهی خوب برای تشخیص برخی بیماری هاست. رنگ‌های مختلف ادرار میتونه نشون دهنده سلامتی و یا نشونگر بیماری باشه. پس با توجه به رنگ ادرارتون از میزان سلامتی خودتون با خبر بشید. رنگ ادرار عادی از زرد کم رنگ تا پررنگ که نتیجه یک رنگدانه به نام اوروکروم و میزان غلظت اون در ادراره. رنگدانه ها و ترکیبات دیگر در برخی غذاها و داروها میتونن رنگ ادرار رو تغییر بدن. چغندر، انواع توت ها و لوبیا از مواد غذایی هستند که به احتمال زیاد بر روی رنگ ادرار اثر میذارن. بسیاری از داروهای بدون نسخه و تجویزی رنگ هایی مثل قرمز، زرد و یا سبز به ادرار میدن. یک رنگ ادرار غیر عادی میتونه نشونه ای از بیماری باشه. به عنوان مثال، ادرار قرمز متمایل به قهوه‌ای یک مشخصه شناسایی پرغیری یا یک اختلال نادر و ارثی از گلبول‌های قرمز. همراه کانال فارسی مدیا باشید تا شما رو با این موضوع بیشتر آشنا کنیم. اولی موردی که باید اون بپردازیم رنگ شفاف کریستالیه. اگر رنگ ادرار شما زرد کم رنگ نیست و رنگ شفاف کریستالی داره، نشونه ای از بیماری دیابته. در این نوع از دیابت آب بیش از حد دفع خواهد شد و فرد بیشتر تشنه میشه و در چرخه خواب او اختلال ایجاد میشه. مایل به زرد تا کهربا. رنگ ادرار معمولی زرد روشن تا رنگ کهربایی. رنگدانی رنگ اوره که به طور طبیعی در ادرار شماست با نوشیدن آب رقیق تر میشه. رنگ اوره توسط بدن ایجاد میشه که هموگلوبین رو تجزیه میکنه. پروتئین که اکسیژن رو در سلول‌های قرمز خون حمل می‌کنه. در بیشتر مواقع رنگ ادرار به میزان رقیق بودن این رنگدانه بستگی داره. قرمز یا صورتی. ادرار در صورت خوردن میوه‌های با رنگدانه‌های صورتی یا قرمز تغییر رنگ میده. چغندر، ریواس و بلوبری. در حالی که ممکنه ادرار قرمز یا صورتی به دلیل چیزهایی باشه که اخیراً خوردید، اما گاهی دلایل دیگه‌ای هم داره. برخی از بیماری‌ها میتونه باعث نمایان شدن خون در ادرار بشه، از جمله پروستات بزرگ شده، سنگ کلیه و تومورها در مثانه و کلیه است. اگه نگران وجود خون در ادرار هستید، با پزشک صحبت کنید. آبی یا سبز. ادرار آبی یا سبز میتونه در اثر رنگ مواد غذایی ایجاد بشه. همچنین میتونه نتیجه رنگ‌هایی باشه که در آزمایش‌های پزشکی بر روی کلیه یا مثانه استفاده میشه. عفونت باکتریایی میتونه باعث این بشه که ادرار شما به رنگ آبی سبز یا حتی نیلی بنفش تغییر کنه. اگه تحت درمان‌های دارویی سنگین بودید، رنگ ادرار میتونه به آبی روشن تغییر کنه. به طور کلی ادرار به رنگ آبی نادره و به احتمال زیاد به چیزی در رژیم غذایی مرتبطه. مصرف داروهای ضد افسردگی و بیماری پارکینسون هم میتونن دلیل سبز رنگ شدن ادرار باشن. مورد بعدی، نارنجی. اگه ادرار به رنگ نارنجی نمایان بشه، میتونه نشونه کمبود آب در بدن بشه. اگه علاوه بر ادرار نارنجی مدفوع روشن دارید، ممکنه صفرا به دلیل مشکل در مجاری صفراوی یا کبد وارد جریان خون بشه. رنگ نارنجی ادرار میتونه نشونه ای از شکل گیری یک تومور باشه. مصرف غذاهای بسیار شور هم موجب نارنجی شدن رنگ ادرار خواهد شد. زردی در بزرگسالان همچنین میتونه باعث ادرار نارنجی بشه. برخی داروها میتونن موجب این تغییر رنگ ادرار بشن. قهوه‌ای تیره. در بیشتر موارد ادرار قهوه‌ای تیره نشون دهنده کمبود آب بدنه. ادرار قهوه‌ای تیره همچنین میتونه یک آرزه جانبی برخی از داروهای خاص از جمله میترونیدازول و کلورکین باشه. خوردن مقادیر زیادی ریواس، آلوئه یا لوبیا میتونه باعث ادرار قهوه‌ای تیره بشه. بیماری به نام پورفیری میتونه مواد شیمیایی طبیعی در جریان خون شما ایجاد کنه که باعث ادرار بدرنگ قهوه‌ای خواهد شد.
ادرار قهوه‌ای تیره همچنین میتونه نشونه ای از بیماری کبدی باشه، چون میتونه علائمی از ورود صفرا به ادرار باشه. مورد بعدی تیره. گاهی ادرار تیره میتونه نشونه عفونت دستگاه ادراری یا برخی از بیماری های مزمن و کلیوی باشه. در بعضی موارد ادرار تیره نشونه دیگه ای از کمبود آب بدنه. ادرار تیره همواره با کف یا حباب پنوماتوریا نامیده میشه که نشونه ای از بیماری جدی از جمله بیماری کرون یا دیورتیکولیته. مواردی وجود داره که علت حباب دار بودن ادرار رو پزشکان نمیتونن تعیین کنن. سفید یا شیری. این امر ممکنه با زیاد بودن مواد معدنی خاص نظیر کلسیم و فسفات، عفونت دستگاه ادراری یا پروتئین های بیش از حد ایجاد بشه. حتما با پزشک خودتون مشورت کنید. رژیم غذایی و ویتامین ها و مواد معدنی. رژیم غذایی هم میتونه یک عامل تغییر رنگ ادرار باشه. رنگ غذاهای طبیعی میتونه با رنگ های ادرار تعامل داشته باشه و رنگ دیگری رو ایجاد کنه. غذاهای سنگین فراوری شده میتونن حاوی مقادیر زیادی رنگ مصنوعی غذایی باشن. این رنگ با رنگدانی ادرار هم در تعامل خواهد بود. بریم سراغ ورزش. اگه پس از یک تمرین ورزشی به اندازه مناسب به بدن آب نرسونید، میتونه منجر به کم آبی و ادرار تیره بشه. ورزش سنگین بدون آبرسانی مناسب میتونه موجب آسیب عضلات بشه. این امر میتونه منجر به دردهای شدید عضلانی به همراه ادرار، یک رنگ چای یا کوکاکولا بشه. در صورتی که با این مشکل روبرو شدید، سریعا به دنبال فوریت‌های پزشکی باشید. مورد بعدی در خصوص داروهاست. داروهای تجویزی و داروهای بدون نسخه میتونن موجب روشن یا واضح‌تر شدن ادرار شما بشن. این داروها شامل آنتی بیوتیک ها، مولین و داروهای شیمی درمانی خاصیه که برای درمان سرطان استفاده میشن. مورد بعدی شرایط پزشکیه. تغییر رنگ ادرار شما میتونه نشونه یک مشکل در عملکرد کلیه کبدی یا مثانه باشه. اگه ادرار شما کدر و تیره باشه یا بوی شدیدی ایجاد کنه، این امکان وجود داره که دچار عفونت مثانه یا کلیه شده باشید. این امر به خصوص در شرایطی که علائم عفونت ها رو مثل درد هنگام ادرار کردن، تب، استفراغ و یا کمردرد داشته باشید صدق میکنه. بریم سراغ فاکتورهای خطر برای رنگ غیر طبیعی ادرار. سن و جنسیت شما میتونه خطر ابتلا به شرایطی که میتونه بر رنگ ادرار شما تاثیر بذاره رو ایجاد کنه. برای مثال وجود تومورها در کلیه یا مثانه در افراد مسن رایجه. خونریزی مجاری ادراری معمولا با مشکلات کلیه یا مثانه همراه میشه. مشکلات جدی‌تر مثل سرطان هم میتونه موجب خونریزی و ادرار صورتی یا قرمز رنگ بشه. در صورت مشاهده خون در ادرار خودتون، فوراً به پزشک خودتون اطلاع بدید تا بتونه به سرعت علت اون رو تشخیص بده. دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم از اطلاعاتی که در این ویدیو در اختیار شما عزیزان قرار دادیم لذت برده باشید. لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید تا اونها هم از این اطلاعات استفاده کنن. تا ویدیوی بعدی، بدرود.